برخی بستگان سه کشته خشونت‌های خیابانی در بیرمنگام انگلستان همچنان در بهت به سر می‌برند. این ستن را سه‌شنبه شب خودرویی با 4 سرنشین که ظاهراً از افراد شرکت کننده در ناآرامی‌ها بودند با سرعت بسیار زیر گرفت. پدر یکی از این قربانیان می‌گوید: من صدایی شنیدم و به بیرون دویدم. دیدم 3 نفر روی زمین افتادند. حسی به من می‌گفت که باید به آنها کمک کنم. نمی‌دانستم آنها که هستند. به اولین نفری که روی زمین افتاده بود کمک کردم و کسی از پشت سر به من گفت که پسر خودم هم روی زمین افتاده است. ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی را برایش شروع کردم و دست‌ها و صورتم غرق خون شده بود. طارق جهان پدر این نوجوان کشته شده می افزاید که 3 فرزند دارد و این کوچکترین پسر او بوده که در این حادثه کشته شده است. پلیس اکنون در حال تحقیق از مزنونی 32 ساله است که درباره هویت وی اطلاعات دقیق تری منتشر نکرده است. پلیس انگلستان همچنین خودرویی که 3 فرد یاد شده را زیر گرفته توقیف کرده است. بر اساس گزارش‌های پلیس در 2 شب گذشته 250 تن در خشونت‌های خیابانی بیرمنگام دستگیر شدند. 1 شهروند بریتانیایی درباره خشونت‌های اخیر در بیرمنگام می‌گوید: ما شب و روز سخت کار می‌کنیم، اما مسببان این حوادث بیکار هستند و مدام برای خودشان پشتیبان می‌آورند. به نظر من پلیس کار خود را درست انجام نمی‌دهد. از دید برخی سایت‌های نزدیک به حکومت ایران، خشونت‌های خیابانی انگلستان ناشی از اعتراض مردم به مشکلات شدید اقتصادی و خستگی آنها از دموکراسی سلطنتی است. امریکا مقام‌های انگلستان موافق آن نیستند.